آمین آمین، مرسی برای دعاتون، خدا رو شکر برای این فرصت. خب میخوام با هم دیگه وارد کلام خدا بشیم. قبلش میخوام یه مقدمه رو با شما در میون بذارم و بعد بتونیم با هم دیگه وارد کلام عمیق خداوند بشیم. یه خورده صحبت‌های اول من مشکل تر خواهد بود، سعی میکنم تا جایی که بتونم شفاف توضیح بدم که درکش آسون تر باشه. خب دو تا سیستم درک دنیا و روابط توی دنیا وجود داره. میگن مایکم بذار چون از اون ور صدا میره تو اون سیستم. چشم خوبه؟ اوکی، گرفتم اسم. خب ممنون. دو تا سیستم رو ما برای درک این دنیایی که توش زندگی میکنیم کسانی که اهل درک دنیا در حد وسیع‌تر هستن قائل میشن. به اصطلاح به اینا میگیم گیم یا بازی، ولی منظور بازی نیست. اینو برای توضیح جنگ ها، برای توضیح اقتصاد، کسایی که تو بیزنس هستن وقتی اینا رو توضیح بدن برای درک بیزنس، کسایی که به کلیسا به عنوان بیزنس نگاه میکنن اگه بشنوید شاید این درک ها خیلی تو این چارچوب ها میگنجه. یکی از این سیستم ها که سیستم اول هست بهش میگیم بازی محدود یا چارچوب محدود. حالا شاید لغت بازی بعضیا رو ناراحت کنه، ولی منظورمون سیستم هست. بهش میگیم بازی محدود. بازی محدود چند تا ویژگی داره. چیه ویژگی‌هاش؟ ویژگی اولش اینه که بازیکناش مشخصن. کیا تو این بازی هستن؟ ویژگی دومش اینه که قوانین مشخصی داره و ویژگی سومش اینه که نتیجه‌ای وجود داره که توش یه گروهی برنده و یه گروهی بازنده میشن و در نهایت شما یک زمان محدود دارید معمولا برای این سیستم. حالا همیشه نه، ولی بیشتر رو. مثلا فکر کنید بازی منچ. همه یادشون هست بازی منچ توی کشورمون میکردیم. بعضیا خیلی هیجان زده میشدن، تقلب میکردن، تاسو میچرخوندن، هزار تا کار. ولی تعداد بازیکناش مشخص بود. معمولا چند تا بازیکن داشت؟ کیا یادشونه؟ 4 تا بازیکن داشت. آبی، زرد، قرمز، سبز. درسته؟ کیا آبی بودن؟ استقلالی‌ها رو کنیم. هیچ کی آبی نبود، ای بابا. کیا قرمز بودن؟ اصلا فوتبالی نداریم، خیلی عجیبه. ولی بعد زرد و سبزم، زرد، سبز، اصلا مچ پاس نیستیم، ملی هستیم، عالی بود. خب ولی توی این بازی مشخص بازیکن‌ها کیان، قاعده بازی چیه، چجوری شما میبرید، هدف برد و باخت این بازی هست و رقابت هست. مثلا توی منچ شما فقط نمیرید برای اینکه خودتون به یه جایی برسید، این وسط شیطنت هم میکنید، نه مهرهای طرف مقابل هم میزنید. درسته؟ حالا شطرنج یا هر بازی دیگه، حتی ورزش ها، بیسبال، فوتبال که دیگه شاید خیلی ها علاقه داشته باشن، بازی 90 دقیقه‌ای، تعداد بازیکن ها مشخص، به ارد و باخت مشخص، زمان هم داره. پس به اینا میگیم بازی های محدود. و خیلی وقتا بازی محدود ایجاد استراب میکنه، چون شما رقابت دارید میکنید و قراره یا ببرید یا ببازید. نه؟ توی بزنس بعضی وقتا توی این بازی هن. نه؟ ما چیکار کنیم که طرف رو بندازیم که خودمون بریم بالا، نه فقط خودمون رشد کنیم، یه جوری هم یه جوری بازی کنیم که اونم نتونه رشد بکنه. توی باورهای کلیسایی بعضی وقتا کلیساهاشون رو روی رقابت بنا میکنن. نه؟ ما چیکار کنیم کلیسامون حال اون کلیسا رو بگیره، از اونا بیشتر بشه تعدادمون، یا مثلا این کارمون رو بهتر انجام بدیم. بعضی وقتا به کلیسا اینجوری نگاه میکنیم. توی خانواده بعضی اوقات این وجود داره، بین بچه ها رقابته. نه؟ من میخوام برنده بشم، توجه پدر مادر رو بگیرم. بازی سر توجه گرفتنه، قوانین مشخصه، بازیکن ها معلومن، پدر مادر من و برادرم. حالا چجوری ما این رقابت رو میکنیم که برسیم به نوک قله؟ پس بازی محدود یه مشکلی که توش خیلی به وجود میاد استراب زیاده، چون شما مدام باید رقابت کنید و برنده بشید. در کنارش ما یه بازی دیگه داریم، یک سیستم دیگه از بازی رو داریم، به این میگیم بازی نامحدود. بازی نامحدود یعنی این که تعداد بازیکناش معلوم نیست. بعضیاشو میشناسید، بعضیاشو نمیشناسید. توی بازی نامحدود قوانین همیشه ثابت نیستن، بعضی وقت قوانین عوض میشن. توی بازی نامحدود همونجور که اسمش اینه، هدف برد و باخت نیست. هدف اینه که ادامه بدیم بازی رو که ببینیم کی بیشتر دووم میاره، کی بقا داره توی این بازی نامحدود. و زمان عامل بازی نامحدود نیست، ما توش زمان نداریم. کسی که راجب این تئوری داشت صحبت میکرد میگفتش که من رفتم برای هر دو کمپانی مایکروسافت و اپل صحبت کردم.
خیلی آدم شناخته شده ای. میگه رفتم توی کمپانی مایکروسافت صحبت کردم، بعد خب سی او های اونا میومدن، آدمایی که برجسته بودن از سران مراکز مختلفشون و صحبت میکردن. و میگه توی مایکروسافت که میرفتی همش آدمایی که میومدن اونجا مایکروسافت صحبت کردن میگفتن ما اینمون از اپل بهتره، ما این پروداکتمون خیلی جذابه، ما این پروداکتو اینجاشو بهتر درست کردیم. و بعدم که میگه تموم شد صحبت من، به من یه دونه دیوایس دادن، اون موقع زوم بود اسمش فکر میکنم که دیگه الان فکر نمیکنم کسی استفادهش کنه. میگه اون موقع خیلی مثلا تکش بالا بود، خیلی ادوانس و پیشرفته بود. میگه بعد منو یه روز دعوت کردن برم اپل. رفتم توی اپل، دوباره اونجا اومدن سی او اش صحبت کردن، کسایی که بزرگان این سیستم بودن، و میگه اونجا دیدم اینا اصلا راجع به رقیب حرف نمیزنن، اینا خودشون میگن آقا ما این مسیر رو داریم، میخوایم اینو بریم جلو. رفتم اونجا صحبتمو کردم، بعد اومدم تو ماشین با یکی از این رئیسای اپل نشسته بودم، داشتیم همجوری میرفتیم، بعد برگشتم به این یه خورده همچین شیطنتم گرفت، برگشتم این گفتم که ببین من رفتم مایکروسافت صحبت کردم، به من یه دونه زوم دادن، خیلی از سیستم‌های شما بهتره، خیلی خوب میشه باش کار کرد. میگه این تعریف کردم، گفتم الان این مثلا یه دفاعی، یه پروداکتی، یه تعریفی. میگه طرف برگشت گفت که آره حتما همینطوره. میگه من چی نداشتم بگم، چون تموم شد، اصلا این شخص تو داستان رقابت نیست که حالا من براش چیزی توضیح بدم. میگه همینه که خیلی خوب باشه، درسته بعضی اونا بهترن. میگه ذهنیت اینا دنبال بازی نامحدوده، ما هستیم که بمانیم. توی بازی نامحدود به دو دلیل افراد از بازی خارج میشن. یک، منابعشون تموم میشه، دیگه پول و ساختار و توانایی ادامه دادن رو ندارن، و دو، انگیزهشون از دست میدن. دو تا داستان باعث میشه که افراد تو بازی نامحدود از بازی خارج بشن. بازنده برنده نداریم، دوام بازیه. تا اینجا با من هستی؟ خیلی خدا شکر. حالا میخوایم با هم دیگه یه چیز دیگر هم بگم. توی بازی نامحدود چیزی که در واقع کسانی که این تئوری‌ها رو بررسی میکنن بهش باور دارن اینه که کسایی که دنبال بازی محدودن، دنبال اینن که توی یه چیزای خاصی برنده بشن. کسایی که تو بازی نامحدودن دنبال نگه داشتن ارزش‌های خودشونن. یعنی ما هستیم که فقط اون چارچوبای خودمون رو رعایت کنیم و ادامه بدیم و بمونیم. خب مثلا میگن توی جنگ، آمریکا وقتی وارد جنگ میشه با هر کشوری، وقتی زخمی میکنه بعضی از افراد مقابل رو، اینا رو میاره تو بیمارستانهای خودش برای درمان. حالا شما میگی خب بابا این که اصلا چرا این کارو میکنی، اینا دشمن تو هست. میگه آمریکا باورش اینه که آقا ما اینیم، ما باورمون اینه که ما آدمایی رو که زخمی هم کردیم، اگه دشمن زخمیه ما میاریم درمان میکنیم. این ارزش ماست، این اون کسی که ما هستیم. در کوتاه مدت به ضرر ماست، ولی در دراز مدت متحدین ما میگن اینا رو ارزشاشون میمونن، با اینا میشه متحد شد، با اینا میشه موند. بنابراین در دراز مدت خیلی وقتا آمریکا جنگای مختلفی رو برد، چون خیلی از کسانی که باو بودن میدونستن یه ارزشایی وجود داره. حتی وقتی داستان شکنجه ها اتفاق میافتاد، شکنجه افراد خارج از خاک آمریکا این کارو میکردن، چون میدونستن ارزش آمریکا، آمریکایی‌ها میگن که ارزش ما این نیست، اگه بریم تو کشور این کارو بکنیم از طرف خودمون محکوم میشیم، پس بیرون این کارو میکنیم کسی نفهمه. بنابراین یه خورده خلاف ارزش ها میرن، ولی کلیت داستان اینه که ما طبق ارزش ها جلو میریم تو اون چارچوبایی که داره. خب حالا من اینو گفتم برای اینکه من فکر میکنم داریم به این بازی محدود و نامحدود در واقع تصویری است که کتاب مقدس به ما به یه زبان دیگه میده و من اینو باز میکنم، ولی به نظر من حالا اون چیزی که من تو ذهنم هست، نزدیکترین چیزی که میتونم پیدا بکنم داستان ملکوت زمینی و ملکوت آسمانه. دو تا داستان کاملا متفاوت، بستگی داره ما فکر کنیم تو کدومیم. حالا من میخوام وارد این بشم، یه خورده اینو بازش بکنیم با هم دیگه. اما قبل از اینکه جلو بریم، دوست دارم از یه شخصیتی بگم، چون میخوام از کتابمون بخونم، از کتابی که به الهام روح القدس توسط اون نوشته، ولی اول میخوام یه خورده این شخصو بشناسیم، چون یه خورده شناختمون شاید راجع به این شخص کمتر باشه. من میخوام راجع به یعقوب صحبت بکنم، ولی نه یعقوب شاگرد مسیح، یعقوب برادر عیسی. خب با من هستید؟ خیر. عیسی مسیح چند تا خواهر برادر داشت؟ کی میدونه؟ کسی یادش هست؟ 4 تا برادر، 2 تا خواهر، حداقل 2 تا خواهر، ممکنه بیشتر هم میگن. باشه. وقتی که ما نگاه میکنیم
مثلا توی مرقس 6:3 اسم اونا رو میگه، میگه میخوانیم مگر این نیست نجار، نه راجع به عیسی صحبت میکنم، میخوانیم مگر این نیست نجار پسر مریم و برادر کی؟ یعقوب، یوشا، یهودا، شمعون، چهار تا برادر شدن و خواهران اون نیز اینجا میباشن که حداقل میشه دوتا، درسته؟ پس ما 6 تا بچه حداقل تو این خونه داریم. برادر ارشد کیه؟ عیساست، درسته؟ یه جورایی عیسی برادر ناتنی میشه چون فقط از مریم با اونا مشترکه، ولی یه خانواده. نه؟ شما توی فرهنگ یهود وقتی متن رو دارن مینویسن، اسما رو که اسم پسر رو میارن معمولا از پسر چی شروع میکنن؟ ارشد. پس ما میتونیم فرض کنیم تقریبا با درستی که یعقوب برادر بزرگ بعد از عیساست. خب با چند سال فاصله، چون 6 تا بچه هم هستن، ممکنه بیشتر هم باشن، میدونیم از یه جای به بعد یوسف هم دیگه تو داستان نیست، پس احتمالاً تفاوت سنی اینا چیه؟ کمه. خب حالا میخوام یه لحظه فرض کنید که شما برادر عیسی هستید، برادر که 2-3 سال با عیسی فرق داره، هر کاری میکنید کی درسته؟ عیسی درسته دیگه، شما حتما غلطید، چون نه فقط او درست عمل میکنه بلکه فرشته گفته بابا این هدیه خدا از این پسر، همه چیز راجع به او گفته. پس پدر مادر هر وقت یه چیزی میشه طرف کیو میگیرن؟ طرف عیسی رو میگیرن، نه؟ و درست هم این کار رو میکنن چون عیسی کامله، کلام خدا میگه، در هیچ گناهی نیست. پس یوسف با یه برادری بزرگ میشه که همیشه درسته، یعقوب، ببخشید، مرسی، یعقوب با یه برادری بزرگ میشه که همیشه درسته، همیشه کارش درسته، همیشه هم شاید چی میشه باش؟ مقایسه میشه. تو چرا مثل برادرت نیستی؟ ببین چه برادر خوبی داری. حالا ما نمیدونیم ولی فرض فرهنگ شرقی فکر میکنم درست باشه، نه؟ ما تو فرهنگمون عاشق مقایسه ای، با این مقایسه کنیم، با پسر فلانی مقایسه کنیم، با نمیدونم برادرزاده فلانی مقایسه کنیم. پس یعقوب یه جورایی همش میشه این فرض رو داشت که در کنار عیسی یه خورده کمرنگتر هست، نه؟ و داره با او بزرگ میشه. پدر و مادر احتمالاً بیشتر به عیسی و نیکویی او توجه میکنن چون مسلماً پسر که داره درست عمل میکنه و بیشتر اوقات تقصیر از تقصیر بچه های دیگه هستش. چیزی که ما میبینیم خیلی جالبه، تو یه جایی توی انجیل ها وقتی نگاه میکنیم، من سراغ چند تا آیات میرم الان، میبینیم که شاگرد برادران عیسی و خواهرانش بهش ایمان ندارن، قبول ندارن حرفاش. حالا با وجودی که عیسی زندگیش کامله، ولی این رقابته و حسادت انگار یه بخشی از این داستانه. اگه بریم توی مرقس باب 3:21 چی میگه؟ میگه خیشان او، یعنی خانوادش، چون لغت برادر رو زیاد کلام خدا استفاده میکنه، وقتی میگه خیش دیگه داریم ترجمه برادر یا خواهر خونی رو میگیم یا فامیلای خونی رو میگیم، خیشان او چون شنیدند بیرون آمدند تا او را بردارن مسیح رو، وقتی حرفاش شدش میزد، زیرا گفتند بی خود شده است، یعنی حرفای مسیح رو باور نمیکردن، میگفتن این داره یه چیزایی میگه که اصلا معنی نمیده، بهش اعتقادی نداشتن. توی مرقس 6:4 مسیح چی میگه؟ مرقس 6:3 همونی بود که گفتم برادراش میان چهار تا اسم بردم. 6:4 آیه بعدش میگه عیسی ایشان را گفت نبی بی حرمت نباشد جز در وطن خود، در میان خیشان و در خانه خود. یعنی عملا عیسی داره میگه توی خانواده من حداقل بعد از خواهران به من ایمانی ندارم، من حرمتی اونجا ندارم. با وجودی که ما میدونیم کلام خدا بارها میگه عیسی کامله، ولی این رقابت بین خواهر برادری به نظر میاد پررنگ و پررنگتر میشه. یوحنا 7 آیه 3-5 دوباره به ما اینو نشون میدن. پس برادرانش به دو گفتن از اینجا روانه شده به عیسی، به یهودیه برو و تا شاگردانت نیز آن اعمالی را که تو میکنی ببینن، زیرا هر که میخواهد آشکار شود در پنهانی کار نمیکند. پس اگر این کارها را میکنی خود را به جهان بنما، زیرا که برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. یادتون باشه عیسی مسیح تا سن 30 سالگی هیچ معجزه ای نمیکنه. معجزه عروسی قانا کتاب مقدس میگه اولین معجزه اوست. پس شاگردای مسیح، میگم برادران و خواهران مسیح، با وجودی که دارن با او زندگی میکنن و زندگی کامل رو میبینن، هیچ معجزه ای از او نمیبینن. پس تا یه حدی میشه فهمید چرا ایمان ندارن، چون معجزه ای ندیدن به اون صورت.
و اگرم دیدن دست معجزه نه، ولی اگه شخصیت مسیح رو دیدن دست خوش در واقع رابطه برادر خواهری بوده که عیسی همیشه اونجا داشته. و ما میبینیم که عیسی خیلی دنبال در واقع نگه داشتن خانواده بیولوژیش نیست، خانواده فیزیکیش نیست. خیلی وقتا میره معبد درس میده، نه میگه من باید پدر خودم رو به خاندگی که دارم خدمت بکنم. عیسی سن 30 سالگی، حالا ما میدونیم یوسف یه جای دیگه تو داستان نیست، هیچکی نمیدونه دقیقاً کی، ما فقط میدونیم احتمال نه یوسف پدر عیسی یه جایی به بعد دیگه تو داستان نیست. چرا؟ چون یوسف در بعد از داستان 12 سالگی مسیح که توی معبد پیداش میکنن ازش اسمی به میان نمیاد. وقتی که تمام اینجا برادرای عیسی توی جای مختلف میان و خواهرها، اسمی از یوسف نیست. و وقتی هم که روی صلیب مسیح میره، مسیح عیسی رو به کی میسپاره؟ به یوحنا. به این معنی که دیگه پدر همسری نیست که بخواد مریم رو نگهداری کنه. مسیح روی صلیب مادر خودش مریم رو به یوحنا میسپاره، چون یوسف دیگه در معلومه در تصویر نیست. خب بین یوسف و یعقوب زیاد گیج نشد. یوسف پدر عیسی است، یعنی پدر ناتنی عیسی است، و یعقوب برادر عیسی. اگه من اشتباه کردم یادم بندازید، اشکال نداره. خب اگر یوسف تو داستان نیست و عیسی 30 سالگی برای خدمت با شاگردان میره، خانواده چی میشه؟ دست کی میفته؟ اشکال نداره بگید. یعقوب. یوسف نیست، یعقوب. دست یعقوب میفته. نه، یعقوب برادر بزرگتره دیگه، درسته؟ یعقوب احتمالاً دوباره یه جای اینجا زیاد شاید حال مساعدی نداره، چون عیسی باید بمونه و خانواده رو تکر کنه یا مراقبت کنه، ولی عیسی در بعد به خدمت پدر برسه. پس یعقوب میشه برادر بزرگتری که حالا باید خونه رو مدیریت کنه. شاید نه برای 3 سال، گفتم شاید بعد از 12 سالگی عیسی یک زمانی تو این سالها تا 30 سالگی عیسی یوسف دیگه از تصویر میره و دیگه نیست. بنابراین برای سالها یعقوب سرپرستی خانواده رو به دست میگیره. هستید با من تا اینجا؟ خب داستان زندگی یعقوب تا اینجا شبیه کدوم یکی از این دوتا سیستمیه که ما راجعش صحبت کردیم؟ مقایسه هست؟ این که من خودم رو در واقع بیشتر نشون بدم، مسیح در واقع هیچ کاری نکرده، معجزه نداره، او از خدا نیست، و یه مقدار پایین آوردن عیسی هست؟ نه؟ به نظر میاد یعقوب وارد یک بازی محدود شده، وارد یک داستان ملکوت انسانی شده، نه؟ اما داستان یعقوب به اینجا ختم نمیشه. یه اتفاقی میفته که یعقوب عوض میشه. این اتفاق کجاست؟ ما راجع به این اتفاق توی اول قرنتیان باب 15 آیه 3 تا 7 میخونیم. چی میگه؟ زیرا که اول به شما سپردم، 4 تا آیه است میخونم، بعد آخرش براتون میگم کجاش مهمه. زیرا که اول به شما سپردم، پولس داره میگه، آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناه ما مرد و اینک مدفون شده و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. پس داره راجع به کی صحبت میکنه؟ بعد از قیام برخاست دیگه، نه؟ و اینک به کیفا ظاهر شده و بعد از آن به آن 12، یعنی 12 شاگرد، و پس از آن زیاده از 500 برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند، اما بعضی خوابیدن. از آن پس به کی ظاهر شد؟ به یعقوب ظاهر شد و به جمیع رسولان. اینجا عیسی قیام کرده خودش رو به یعقوب برادر ارشد خودش، یعنی برادری که بعد از او ارشد هست در خانواده، معرفی میکنه. اون معجزه قیام رو برای او باز میکنه. ما نمیدونیم بین عیسی و یعقوب اینجا چه اتفاقی میفته، ولی داستان یعقوب از اینجا به بعد عوض میشه. تا اینجا هرچی از یعقوب شنیدیم از برادرخواهرای مسیح که او رو در واقع حمایت نمیکردن و به او ایمان ندارن، از اینجا به بعد داستان یعقوب تغییر میکنه. اعمال باب 1 آیه 14، برادران عیسی در بین 120 شاگرد بالاخانه دیده میشوند. جمیع اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او به یک دل در عبادت و دعا مواظب بودند. و بعد از آن میبینیم که چی میشه؟ اسم تمام شاگردای عیسی رو اینجا میبره
و بعد میگه چی؟ جمعی اینها زنان و مریم مادر عیسی و برادران او. پس به نظر میاد در بالاخانه 120 نفری حالا برادران و حتی جز زنان میگن خواهران عیسی هم هستن. پس بعد از قیام مسیح برادر خواهرای مسیح میان توی داستان کلیسا و میان در داستان دعا و روزه و ادامه دادن. و سالها بعد وقتی ما میریم جلو کتاب اعمال رو توی آیات مختلف نگاه میکنیم، مثلا توی اعمال باب 15 وقتی که داستان شورای اورشلیم هست که بر اساس آیا قوانین موسی ما نجات یافتیم یا بر اساس فیض، اونجا ما اسم یعقوب رو میبینیم، یعقوبی که بلند میشه و در واقع از حکمتی که خدا به او داده در شبانی کلیسا با کلیسا در میون میذاره. اعمال باب 15:13 چی میگه؟ پس چون ایشان ساکت شدن، یعقوب رو آورده گفت ای برادران من مرا گوش گیرید. یعقوب میشه یک چهره مرکزی در کلیسای اولیه بعد از صعود مسیح. شاگردان مسیح بعضی وقتا میرن برای اینکه جای مختلف بشارت بدن، ولی یعقوب ستون اصلی کلیسای اورشلیمه. یعقوب پایداره در نقش شبانی. یعقوب نه فقط مسئولیت خانواده رو سالها داشته، بلکه الان میدونه دقیقاً کلیسا رو چطور مدیریت بکنه. و حرفای یعقوب خیلی عملیه. حالا من سراغ حرفاش میرم یه خورده جلوتر، ولی اول میخوام شخصیتش رو یه خورده بیشتر متوجه بشیم. چه شخصیت برجسته‌ای داره. توی غلاطیان 1:18-19 دومین رساله‌ای که میگن نوشته شده در از کتاب عهد جدید، اولیش رساله یعقوب هست که برادر مسیح نوشته، دومین رساله که غلاطیان هست باب 1:18-19. پس بعد از 3 سال برای ملاقات پتروس به اورشلیم رفتم، پولس میگه، و 15 روز با وی به سر بردم، اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم. میبینید چه استواری این شخص داره در ایمان و کلیسا چقدر به او تکیه میکنه و پولس چقدر دلش گرمه که حداقل یعقوب اونجا هست که برادران دیگه عیسی اونجا نیستن. توی غلاطیان باب 2:9، پس چون یعقوب و کیفا و یوحنا که معتبر به ارکان بودند، آن فیضی را که به من عطا شده بود دیدند. میبینید یعقوب تبدیل به چه رکنی میشه تو کلیسای مسیح. خب پس ما راجع به شخصیتی صحبت میکنیم. حالا اگه بخوایم به یه بخش دیگه هم فقط نگاه کنیم، توی اعمال باب 21 نزدیک 10 سال بین 9 تا 10 سال بعدش، اعمال باب 21:17-18 دوباره شهادت داده میشه. یعنی میخوام بگم چقدر تو این کلیسا بوده و چقدر استوار بوده. میگه و چون وارد اورشلیم گشتیم، برادران ما رو به خوشنودی پذیرفتند و در روز دیگر پولس ما را برداشته نزد یعقوب رفت. یعقوب هنوز اونجا هست به عنوان یک ستون و همه روش حساب میکنن. برادر دیگر مسیح یهودا هم رساله دیگری داره که در کتاب آخر کتاب است. 2 تا از برادران عیسی رسالاتی دارن که نوشته شده توسط اونا. اما ما راجع به یعقوب داریم صحبت میکنیم برای اینکه شخصیت او برای ما باز بشه. یه شخصیتی که خیلی بالا پایینای عجیب غریب نداره. شبانیش استواره، حرفاش مشخصه، به عنوان رکن کلیسا میشناسنش و روی ایمانش حساب میکنن. شخصیت شناخته شده است، نه به خاطر اینکه برادر عیسی است، بلکه اتفاقا عیسی رو در لحظه آخر رد میکنه، بلکه بعد از قیام تبدیل میشه و خدا از او استفاده میکنه و از حکمت او. اما وقتی که ما به صحبت‌های او گوش میدیم، من میخوام یه خورده وارد این صحبت‌ها بشیم. حرفای یعقوب، بریم رساله یعقوب باب 1:2-4. میخوام به این نگاه کنیم و بعد من برمیگردم به داستان بازی ها و ملکوت، برای اینکه مهمه، ولی میخوام اول از اینجا باید با هم رد شیم. توی یعقوب باب 1:2-4 رو میخوام با هم نگاه کنیم. اوکی. ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید، کمال گریه و عشق و بدبختی و نگرانی را داشته باشید. آمین. اشکه آمین نمیگه. خب میشه فهمید که نباید آمین بگی، چون اینجا اتفاقا حرف یعقوب عجیبه. یعقوب چی میگه تو نایه؟ میگه ای برادران من، وقتی که در تجربه گوناگون مبتلا شوید، کمال خوشی دارید.
چطور میشین؟ چه حرفیه؟ من الان اگه شما بیاید از مشکلاتتون من بگید بگم خوشحال باشید، شما نمیگید بعد اشکا امروز حالش خوب نیست؟ چه حرفیه میزنه؟ خوشی زیر دلش رو زده میگن معمولا، نه؟ چرا یعقوبی همچی حرفی میزنه؟ مردی که الکی حرف نمیزنه. ما راجع به یعقوب واسه این حرف زدیم که بدونیم با یک کسی طرفیم که کلیسا رو حکمت این مرد حساب باز میکنه. تو شورای اورشلیم حرف او مهمه. پس این حرف او یعنی چی؟ چرا میگه کمال خوشی دارید؟ چند تا نکته رو من بگم بعد میدیم رو آیت جلوتر هم نگاه میکنیم. اول، کمال خوشی دارید به این معنی نیست که درد نکشید یا ناراحت نباشید یا گریه نکنید. نه، شما میتونید همه اینها رو داشته باشید و سالمه که داشته باشید. یه اتفاق بعدی که میفته باید گریه کنید. اوکی؟ اشکالی نداره. من یه شاگرد 6 ساله‌ای داشتم، رفتم مدرسه ببینمش. بعد دیدم دستشو شکسته. بعد دستشو گچ گرفته بودن. بعد گفتم که 6 سالشه دیگه. گفتم دردت اومد، گریه کردی؟ نه. به انگلیسی هم حالا صحبت میکنه. نو. میگم که چرا، چی شده؟ مثلا چرا گریه نکردی؟ حالا انگلیسیشو میگم بعد سعی میکنم فارسیشو ترجمه کنم. They gave me the tough medication. به من داروی سخت بودن و محکم بودن دادن. گفتم tough medication یعنی چی؟ داروی محکم بودن دیگه چیه؟ بعد فهمیدم داره راجع به داروی بی‌حسی صحبت میکنه. بهش داروی بی‌حسی دادن که درد رو حس نکنه. حالا ما تو سختی‌ها که می‌ریم میتونیم گریه کنیم، مشکلی نیست. بحث من این نیست. این خوشی کنار اون درد است. من میدونم بیشتر اوقات ما میگیم من یا خوشحالم یا غمگینم یا خستم. نه، ما میتونیم چند تا احساس رو در آن واحد کنار هم داشته باشیم. نه، مثلا الان شما هم خوشحالید که دارید موزه رو گوش میدید، هم هیجان زده هستید، هم خسته نیستید، پر انرژی هستید، همه این احساسا کنار همه. درسته؟ اینجا میتونید همین بگید، اشکال نداره. خب، ولی ما میتونیم چند تا احساس کنار هم داشته باشیم. احساس غم من سر جاش، ولی خوشی که داره یعقوب از اون حرف میزنه یه بحث دیگه است. مثلا من یه مثال امروزی بدم که برامون جا بیفته. من که میرم مدرسه درس بخونم، آیا از انجام این همه درس و شب بیداری و تکلیف و جواب پس دادن خوشحالم یا این درد داره؟ یه جوری درد و رنج داره دیگه، نه؟ یه جوری عذابه. برای بعضی عذاب الهیه. اگه یاد دوران مدرسه همون بیافتیم. ولی در کنارش یه خوشی وجود داره، نه؟ خوشی چیه؟ که من اینا رو تموم میکنم و یه روزی توی شرایط بهتری هستم. پس میبینید در کنار هم ما میتونیم این احساسات رو داشته باشیم. ولی اینکه خوشی یه جای پررنگ‌تر میشه و یه جای غمه پررنگ‌تره. پس خوشی که یعقوب داره ازش حرف میزنه الکی خوش بودن و خندیدن بی خودی نیست. من دیدم بعضیا میگن آخ تو بدبختیاتون بخندید، بعد خنده‌ای میکنن از آدم وحشت میکنه. حرف ما این نیست، غمگین باشیم، ولی داریم راجع به یه خوشی متفاوت اینجا صحبت میکنیم. خوشی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه خوشی درونی و به دلیل یک دید متفاوته. خب یعقوب میخواد مسیحیان خوشحال باشن به یه دلیلی. چرا؟ میگه ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دارید. برای یعقوب درک او از تجربه باعث میشه که او به خوشی بره. اما درکش چیه؟ چه درکی میتونه؟ خوب نمیشه ما این درک رو داشته باشیم هر وقت بدبختی ها مصیبت ها میاد خوشی کنیم، یه خوشی در ما باشه کنار اون درده. حرفش چیه؟ درک یعقوب از خوشی، دلیل خوشی اینه که من خدایی رو پشت این مشکلات میبینم که در دل خودش این خدا نیکو و با محبت. این خدا برای ظلم کردن به من نیست. بنابراین وقتی این چالش ها میاد، پشت این چالش ها تخریب من و تحقیر من نیست. پشت این چالش ها یه هدفی وجود داره، یه هدف نیکو وجود داره. درک یعقوب توی درد و بدبختی به درد و بدبختی فکر نمی کنه. داره به لنز دوربینش رو میاره عقب ببینه داستان این مشکل چیه. خب من میخوام میخوره دل خدا رو اینجا اول باز کنم، چون خیلی ها فکر میکنن بدبختی که میاد یعنی خدا زده. ما تو فرهنگ اون داریم نه، خدا نزدن، نزن ندت. یا خدا بد نده، خود نه خدا بد میده و داستانهای مختلف. غلاطیان 5:29-30 چی میگه؟ میگه هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند و روح القدس را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. پس خدا از
بودن ما توی مشکلات خوشحال نیست. خب؟ و نمیخواد ما تو گناه بیفتیم. نمیخواد روح القدس محزون بشه از این بودن ما در مشکلات و گناه ما. خداوند دلش برای ما به درد میاد. من میخوام از حزقیال 16 بخونم، آیات 6 تا 14. انقدر لطیف حرفای خدا تو این بخش، انقدر زیباست. بعضی اوقات وقتی با مراجعم در میون میذارم میگم من اصلا فکر نمی کنم خدا انقدر لطیف صحبت میکنه گاهی اوقات با ما. خدا اینجوری با قومش صحبت میکنه، میگه و من از نزد تو گذر نمودم و تو را در خونت غلطان دیدم. تو رو تو مشکل و سختی و درد دیدم. خدا آیا دوست داره ما رو تو درد ببینه؟ آیا خدایی که ما رو دوست داره تو درد ببینه نمیگه و خوشحال شدم دیدم داری درد میکشی، چند تا هم اضافه کردم. ولی خدا این ویژگی رو نداره اینجا. میگه پس تو رو گرفتم ای که بخوند آلوده هستی زنده شو. بله گفتم ای که به خونت آلوده هستی زنده شو. خونت آلوده هستی یعنی در حال مرگ هستی. تو را مثل نباتات صحرا بسیار افزودم تا نمو کرده بزرگ شدی و زیبایی کامل رسیدی. سینه هایت برخواسته، موهایت بلند شد، لیکن برهنه و عریان بودی و چون از تو گذر کردم بر تو نگریستم و اینک زمان تو زمان محبت بود. پس دامن خود را بر تو پهن کرده عریانی تو را مستور ساختم و خداوند یهوه میگوید که با تو قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی و تو را به آب غسل داده، تو را از خونت طاهر ساختم و تو را به روغن تطهین کردم، تو را به لباس قلاب دوستی ملبس ساختم، نعلین پوست خز به پایت کردم و تو را به کتان نازک آراسته و به ابریشم پیراسته ساختم و تو را به زیورها زینت داده، دستبندها بر دستت و گردنبندی بر گردنت نهادم و حلقه‌ای در بینی و گوشواره‌ها در گوشهایت و تاج جمالی بر سرت نهادم. پس با طلا و نقره آرایش یافتی و به لباست از کتان نازک ابریشم قلاب دوزی بود و آرد میده و عسل و روغن خوردی و بی نهایت جمیل شده و به درجه ملوکانه ممتاز گشتی و آواز تو به سبب زیباییت در میان امتها شایع شد، زیرا خداوند یهوه میگوید که آن زیبایی از جمال من که بر تو نهاده بودم بس. دل خدا رو دیدیم نه؟ میخواستم اول دل خدا باز بشه. خدا توی سختی ها خوشحال نیست. خدا دلش میخواد ما بنا بشیم، زیبا بشیم، بلند باشیم، در حیات باشیم. خب پس اگر دل خدا اینطور نیست چرا ما رو به این سمت میبره؟ چرا ما رو توی این دردها وارد میکنه؟ یعقوب ادامه میده چون که میدانید که امتحان ایمان شما، اینجا لغت فارسیشو صبر گذاشتم ولی لغت خوبی نیست، پایداری را پیدا میکنن. چرا؟ فرقش چیه؟ صبر رو شما تو اون شرایط دارید، پایداری ویژگیه که در شما میمونه. تو اون ترجمه شما پایداریه؟ عالی. پایداری در شما میمونه. من در شخصی هستم که در شخصیتم پایدار و استوارم. ولی صبر مال اون لحظه است. میگه صبر شما توی سختی ها منجر میشه شما چی بشید؟ شما پایداری و استواری تو شخصیتتون پیدا کنید. ما به صبرمون تنها در دشواری ها و چالش ها میتونیم تبدیل بشیم و به استواری برسیم. ولی چرا؟ آیا واقعا این استواری و این پایداری اینقدر مهمه که ما اینقدر زجر بکشیم، اینقدر بدبختی و مرگ و مصیبت دنیا باشه؟ این پایداری آیا واقعا اینقدر با ارزشه؟ یعقوب میخواد ما اینو در نظر بگیریم. من نمیدونم دلیل خدا برای نگه داشتن هر کدوم از ما تو سختی ها چیه، ولی یکی از دلایلی که یعقوب میخواد در نظر بگیریم اینه، چون تو آیه بعد خیلی زیبا میگه، میگه لکن صبر را یا پایداری را عمل تام خود باشد تا چی شوید؟ کامل و تام یا تمام شوید و محتاج به هیچ چیزی نباشید. خوب گوش کنید، بحث استواری و صبر در من به این معنیه که من در اوج شخصیت روحانیم، کلمه‌ای که برای کامل شدن میتونیم توی ترجمه یونانی نگاه کنیم، بلوغه. من به بلوغ میرسم با صبر. آدمایی که کار کشتن، کار بلدن، یه چیز بهشون میگی نمیپرن، به هم نمیریزن. نه؟ اوکی، خیلی خوب، چی شده؟ باشه، بذار روش فکر کنیم، اشکالی نداره، خدا در کنترل، نگران نباش. آدمایی هم که میتونن کنترل کنن و در صبر نگه دارن خودشون رو.
کلمه دوم تمام، کلمه‌ای که اونجا به کار رفته خیلی جالبه، اگه من درست بتونم تلفظ یونانیشو بگم، هولوکلروس، که این هولو در واقع همون واژه‌ای که ما توی هولوگرام استفاده می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی 360 درجه، یعنی کامل، یعنی پر. میگه اگه صبر رو به دست بیاری شما کامل انقدر پر میشی که، میگه چی؟ خیلی حرفش جالبه، میگه محتاج به هیچ چیزی نخواهی بود. هیچ چیزی. اگه صبر بیاد مشکل من و دغدغه و استراب من حل میشه، من دیگه درگیر نیستم مدام. ارمیا باب 48 آیات 11 تا 12 راجب چالش های اینو به ما یاد میده، راجب مواب که در واقع توی مشکل میفته، دلیل مشکل مواب رو اینو توضیح میده. مواب از طفولیت خود مستریح بوده و بر دردهای خود نشسته است و از ظرفی به ظرف ریخته نشده و به اسیری نرفته، از این سبب طعمش در اون مانده و خوشبویی او تغییر نیافته است. یعنی چی از یه ظرفی به یه ظرف دیگه ننداختن؟ کیا تا حالا شراب درست کردن یا دیدن چجوری درست میشه؟ کسی دیده؟ نیده؟ شراب رو قبلا برای که درست بکنن توی هر ظرفی که میریختن اون ناپاکی ها و چیزهای ناسالم و اون چیزی که طعم شراب رو بد میکرد و شیرینی هاش همه تهنشین میشه و حالا میان دوباره اون چیزی رو که مونده توی ظرف دیگه میریزن. انقدر این کار رو انجام میدن که شراب خالص به اون طعم درست خودش برسه. ولی تو از ظرفی به ظرف دیگه ریخته نشه اتفاق نمیفته. و این ظرف ها چالش های ماست. از چالشی به چالش دیگه. از چالشی به چالش دیگه برای اینکه ما بتونیم به صبر برسیم. ولی این صبر محدود به زمان نیست. این صبر برای یک ساعت و دو ساعت نیست. توی عبرانیان خیلی جالب برای ما باز میکنه، توضیح میده این رو. میگه زیرا که او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز است، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می‌گردوند، راجع به عیسی صحبت می‌کنه، شایسته بود که رئیس نجات ایشان، در راجع به عیسی صحبت می‌کنه که رئیس نجات همه است، به دردها کامل شود. چه حرف عجیبی نه؟ ما همیشه فکر می‌کنیم کسی که خیلی قویه و کامله درد نمی‌کشه، نه؟ تو قهرمان‌های کارتونی و فیلم یادتونه بامزی عسل می‌خورد هیچ چیز دیگه روش اثر نمی‌کرد. شرمن هم همش وسط آروم در مقایسه با قدرت بامزی رو روشن میکرد، آگاه بود، حکیم بود. تصویری که ما از کمال پیدا میکنیم، تصویری که از بلوغ پیدا میکنیم، تصویر کسی است که از چالش ها میگذره و در چالش ها قادر و استوار و صبور باشه. این تصویری که خدا از یه مسیح بالغ به ما میده و نه فقط برای ماست، بلکه عیسی که رئیس نجاته، او اول از این سیستم رو بور میکنه، اول از این فرمول رو بور میکنه. او نمیگه شما سختی بکشید من نمیکشم، نه، من با وجودی که خدا هستم من هم به شما یاد میدم چطوری با گذر از دردها میتونید صبر رو در خودتون پایدار بکنید. و برای ما باز میکنه که چقدر این حقیقت عظیمه که ما احتیاج داریم از این نظر وارد داستان صبر بشیم، چالش ها رو به شکل دیگری نگاه بکنیم. یعقوب سرنوشتش اینه که در معبد او رو از لبه یکی از سکوهای معبد پرت میکنن و بعد سنگسارش میکنن و بعد جماعت خشمگین به او حمله میکنن و او رو جان او رو ازش میگیرن. ولی یعقوب به ما یاد میده که صبر او ورای داستان محدود این جهانه. اگه من و شما به داستان زندگیمون به عنوان بازی محدودی که با مرگمون تموم میشه نگاه بکنیم، رقابت بین ما زیاد میشه. آیا من همه لذت‌های جهان رو بردم؟ آیا من ثروتمند شدم؟ آیا من بهترین ماشین، لباس، خونه، هر چی که هست رو دارم؟ آیا من بهترین ازدواج رو دارم؟ هر چی که هست تو مقایسه ایم همش و مدام میخواییم برنده بشیم. ولی خیلی جالبه چون کلام خدا به ما میگه اتفاقا ما خوانده شدیم نه برای اینکه مسیحیان از گروه دیگری برتر باشند. ما توی بازی بردن علیه کسی نیستیم توی ایمان مسیحی.
ما هستیم تا ارزش‌هایی رو که ما رو پایدار می‌کنه تو بازی نامحدود نگه داریم. و بازی نامحدود توش چه بازیگرانی میتونن بازی بکنن؟ بازیگرانی که صبر دارن، بازیگرانی که خسته میشن و میخوان زودتر ببرن و زودتر نشون بدن که بردن، مشوش میشن، مضطرب میشن، خسته میشن. ولی بازیکنهایی که دارن این بازی رو برای دوام و ابدیت بازی میکنن، کتاب مقدس به ما میگه ما داریم برای ابدیت زندگی میکنیم، ما وارد بازی واقعا نامحدود شدیم. نه فقط بازی نامحدود، بلکه بازی که بازیکن اصلیش خودش نامحدوده. یعنی خدا که خودش بازیکن اصلی این بازیه، خودش نامحدوده در این بازی و ما رو میاره به خودش وصل میکنه. و اگر ما امروز وارد بازی این بازیکن نامحدود بشیم، بتونیم با او در ملکوت آسمان شریک بشیم، حالا وارد ابدیت میشیم. ولی برای اینکه اینجا بریم دو تا چیز احتیاج داریم. یادتونه گفتم؟ یک، احتیاج داریم که در واقع منابع و حمایت‌هایی رو داشته باشیم که بتونیم ادامه بدیم، نه کم نیاریم به اصطلاح. و دو، احتیاج داریم که ارادمون رو از دست ندیم، عزممون رو از دست ندیم و تسلیم نشیم. این خیلی مهمه. این حقیقت به ما میگه اگه بچه‌های ما، پدر و مادر، خانواده ما تو اعتیادن، داستان ما برنده شدن روی داستان اعتیاد الان اینجا نیست. داستان ما شاید اون شخص آخر عمرش در اعتیادش بمونه. ما هدفمون اینه که او مسیح رو بشناسه و بتونه در ابدیت حضور داشته باشه. دنبال پیروزی بر اعتیاد نباشیم. دنبال پیروزی بر مشکلات مالی نباشیم. شاید خدا فیض داد همه اینا شد، ولی دنبال اون نباشیم. هدف ما اون نیست. این بازی سر برد و باخت، سر چیزهای مختلف نیست. پیروزی‌های شغلی، مقام، جایگاه، هیچ کدوم از اینا. پس می‌خوام با حرف یعقوب این بخش رو تموم بکنم. یعقوب 5، باب 5، آیه 7 تا 9. پس ای برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار میکشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر میکند تا بار اول و آخرین را بیابد. شما نیز صبر کنید و دلهای خود را قوی دارید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. ارادتون را نگه دارید، بمونید، تسلیم نشید. و کلام خدا به ما میگه روح القدس به ما داده شده تا ما رو در ضعف هامون بلند کنه، تا ما رو برکت بده. کم نیاریم. بله، به قوت انسانی کم میاریم، ولی ما از قوت روح القدس پر میشیم تا ادامه بدیم. پس به قوت او تکیه کنیم، چرا که مهمه. حتی یعقوب در ادامه این حرفش میگه برادران، از یکدیگر شکایت نکنید، دنبال مقایسه و ایراد گرفتن از هم نباشید. شما وارد یه بازی نامحدود که اسمش ملکوت آسمانه شدید. و متی 5:5 میگه خوشا به حال حلیمان، یعنی صبوران، زیرا ایشان وارثان زمین خواهند شد. من میخوام تشویقتون کنم، اگر امروز خسته شدید، سرد شدید، دل سرد شدید، میخوام تشویقتون کنم. من و شما در این دنیا وقتی مضطرب میشیم که فکر میکنیم باید به یه چیزایی، یه موفقیتایی تو این دنیا برسیم، خودتون رو خسته نکنید، خودتون رو مضطرب نکنید، براش تلاش بکنید، ولی هدف اصلیتون یادتون نره. من و شما هستیم برای اینکه وارد ملکوت بشیم و در ابدیت بمونیم. و قرار نیست بر گروهی برنده بشیم که خودمون رو مقایسه کنیم، قرار همه رو اتفاقا بیاریم که با ما بمونن. یادتون باشه خیلی از افرادی که باقی مونده از این کشورها برای اینکه متحدین ساختن اومدن، اتفاقا اومدن بیا کنار هم باشید. مسیحیت یعنی بشارت برای اینکه ما جلب کنیم افراد رو تا بتونیم در این مسیر در ملکوت آسمان با هم در ابدیت بریم، وارد بازی نامحدود بشه. خودمون رو به یک بازی کودکانه کوچکی که در اون اعلام پیروزی و شکست برای ما میکنن نکنیم، چون ملکوت خدا ابدیه. آمین.